অত অগt بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان همراهان خوب و عزیز برنامه دریچه دانایی شاگردای خوب سنف هشتم سلام وقتتان بخیر امیدوار هستم که حال همه ای شما عزیزان خوب باشه درس گذشته تانا چی خواندید خب ان که با آمادگی کامل امروز آمدین تا ببینیم که چه چی چیز جدیدی را یاد میگیریم مطابق جلسهای های قبل ما و شما ابتدا یک ارزیابی یا یک مروری داشته باشیم در درس گذشته و بعد از او بریم و درس امروز خود شروع کنیم خب شایرده خوب سنف هشتم سوالات امروز ما و شما از نوع سوالات تشریحی است در ابتدا ما سوالات برای شما که میخوانم شما پاسخ را که که در ذهن خود شما میایه پیش خود داشته باشید و با پاسخ یا جوابی که من برای شما میدم مقایسه کنید انشالله که ما و شما هر دو به یک پاسخ مناسب و صحیح برسیم سوال اول مؤثرترین تولید کنندگان قضا کدام نباتات است؟ میدانید که نباتات به گروه‌ها ها و دسته های مختلف تقسیم بندی شد که در جلسات گذشته یک یک ما و شما اینا را خواندیم و گفتیم از بین تمام نباتات نباتات تخمدار هست که موثرترین تولید کنندگان مواد غذایی است. سوال دوم بهترین غذای مولد انرژی چه نام دارد؟ خب شاگردای عزیز دقت بکنید که غذاها در بدن ما و شما نقش های متفاوتی را داره که انشاءالله با جزئیات از اونا در ده صنف دهم ده آشنا میشین اما در صنف هفت و هشت شما تا به همین اندازه خواندید که گلوکوز و نشایسته در بدن تولید انرژی میکنه پس بهترین غذای مولد انرژی نشایسته نام داره سوال سوم چند نبات را که منبع شحم است نام ببرید خب ما نباتاتی را که برای ما و شما شحم تولید میکرد پی یا چربی تولید میکنه گفتیم شامل نباتاتی چون پنبدانه شرشم زیتون حتی نباتاتی مانند آفتابگردان یا آفتاب پرست است که دانه ای از اینا مقدار زیادی در خود شهم یا چربی داره. سوال بعدی چه نباتاتی منبع مهم پروتئین هست؟ در جلسه گذشته ای را من برای شما بار بار توضیح دادم که پروتئین ها در تا... کلا ها در حیات ما و شما به دو گروه تقسیم میشه پروتئین های حیوانی که از گوشت به دست میآید و پروتئین های نباتی که از نباتات است و گفتیم که حبوبات نقشی که در بدن ما و شما داره تامین پروتئین های نباتی از این حبوبات من جمله نخود، لوبیا، عدس و مشونگ نام بردیم. خب سه نمونه از تفاوت نباتات تک مشیمه و دو مشیمه را ذکر کنید این تفاوت ها در دانه باشه میتونه در ریشه باشه میتونه در برگ باشه در ساقه باشه در تعداد گلبرگ های گل اونا باشه که در قالب یک جدول برای شما عزیزان در جلسه گذشته تشریح کردیم سوال بعدی تفاوت انجو اسپرم و جیمنیوسپرم در چیست؟ گفتیم یکی به معنای نهان دانگان است و یکی به معنای بازدانگان جمنو به معنای آشکار یا بازه و اسپرم به معنای دانه پس جمن یعنی یعنی بازدانگان همون مخروطیان که درخت کاج و سر و سنوبر متعلق به این گروپ بود و انجیو اسپرم انجیو به معنای پنهان هست یا نهان هست و اسپرم به معنای دانه هست یعنی نباتاتی که دانه آنها در دا داخل میوه پنهان بود که درختان میوه شامل سیب و شفتالو و هر درخت نبات دیگه ای که گل میده و بعد از گل ما میوه و در اون نبات میبینیم متعلق به نباتات انجسپرم خواهد بود خب شاگردای خوب بررسی نباتات در اینجی به پایان میرسه و از این فصل به بعد ما و شما در رابطه با حیوانات میخوانیم حیوانات را میخوانیم که به چند گروپ تقسیم میشن چند فایلم داریم هر کدام از این فایلم ها را جدا جدا با یکدیگر می ویژگی های اونها را آشنا میشیم از نحوه تکثر یعنی تولید مثل تا نحوه تغذیه و رشد و نمو و حرکت اون نباتات او حیوانات خب ما شما گفتیم یکی از ویژگی های مهم حیوانات این هست که حیوانات خودشان برای خودشان غذا تولید نمیتونه مثل نباتات فتوسنتز یا ترکیب زیایی انجام نمیدن و حیوانات حرکت میکنن خب در گذشته حیوانات را چگونه طبقه بندی میکردند شاگردای خوب ما از کتابای ساینس های سالای گذشته شما به خاطر دارید که حیوانات به دو گروه بزرگ تقسیم میشد حیوانات یا اهلی بود یا وحشی بود حیوانات اهلی مانند مرغ و خروس و گاو و گوسفند و چارپایانی چون الاغ و اسب حیواناتی بود که در خدمت انسان بود انسان از اونا نگهداری میکرد و در مقابلش او هم یک سری خدماتی که ما یا مثلا در چارپایان در حمل بار ما و یا خود ما سواری اونا میشیم و یا از حیوانات نظیر پرندگان مثل مرغ هم از گوشتی از اونا هم از تخم اونا استفاده می کنیم و از گاو و گوسفند، علاوه بر شیر و پشم و گوشت اونها هم ما استفاده می کنیم خب این تقسیم بندی بود که در زمانهای به طور آمیانه و عادی مرسوم هست بین مردم اما از نظر علمی حیوانات ابتدا به دو گروه بزرگ فقاریه یا و یا غیر فقاریه تقسیم بندی میشه پس از نظر علم بیولوژی حیوانات به دو گروه فقاریه و غیر فقاریه تقسیم بندی میشه که ما اینها را یک یک با یکدیگر میخوانیم و با جزئیات اونا بیشتر آشنا میشیم ما و شما ببینیم که این حیوانات بر اساس چه ویژگی هایی دسته بندی میشه در کره زمین در آب یا خشکی بیش از یک میلیون نو حیوان زندگی میکنه یک میلیون نو نه تعداد انواع حیوانات میگه که یا اهلی و یا وحشی هستند حیوانات از نظر ساختمان بدن به دو گروه فقاریه و غیر فقاریه تقسیم میشن خب ما در رابطه با حیوانات از نظر ویژگی های یا ساختار های بدن اونها یک چیزایی را میدانیم مثلا میدانیم که حیوانات یک موجودات مغلق کثیر هستند این یعنی چی مغلق یعنی پیچیده یعنی یک موجوداتی که ساختار و ساختمان بدن اونها پیچیده هست و از میلیارد ها میلیارد حجره ساخته شده به همین خاطر میگن حیوانات موجودات مغلق و کسی مغلق کسیرل هستند خب حجرات بدن حیوانات همونطور که در ابتدا من اشاره کردم کلوروپلاست و دیوار حجروی ندارند چرا چون که حجرات نباتی بودند که این دو تا ویژگی اصلی و مهمه داشتند یکی دیوار حجروی و یکی کلوروپلاست بدن حیوانات از حجرات و انساج ساخته شده خب مسلم است وقتی یک موجود زندهی کثیرالحجروی هست این حجرات یک نظم پیدا میکنه یک انسجام و هماهنگی پیدا میکنه و با یکدیگر هدف مشخصی را دنبال میکنه که ای به عبارت همو انساج هست اغلب حیوانات در اطراف خود آزادانه حرکت میکنه من تصویر یک جلیفیش برای شما آوردم که ایره بدانید که فقط حرکت کردن حیوانات مربوط به حیوانات خشکی نیست یا پرندگانی که پرواز میکنه نیست حتی حیوانات بسیار کوچکی هم هستند که در دل اقیانوس ها و دریاها در اعماق بسیار زیاد باز هم دارایی چی هستند حرکت هستند با این حیوانات با یکدیگر بیشتر آشنا میشیم نسبت به محرک های محیطی عکس نشان میده حیوانات یک کم که پیشتر بره ایشالا در سالهای بعد میخوانیم که سیستم دماغی یا سیستم مغزی داره و ای سیستم های مغزی از موجودات کوچیک گرفته به صورت خیلی ساده و پیش پا افتاده تا پیچیده ترین موجودات یا حیوانات که انسان هست و کامل ترین سیستم مغزی را داره هر دوی اینا چه یک سیستم ساده ابتدایی باشه و چه پیشرفته باشه نسبت به محرک های محیط اکسال عمل نشان میده باز اینها را هم به مرور زمان انشالله با یکدیگر یاد خواهیم گرفت خب حیوانات به نه فایلم تقسیم میشن هشت نوع اونها غیر فقاریه هست و یک نوعش فقاریه هست فقاریه اصلا یعنی چی؟ به حیواناتی که ستون فقرات یعنی مهره های کمر داره قبرغه دارن اینها را ما حیوانات فقاریه میگیم که در تقسیم بندی همی یک فایلمی که به رنگ سرخ ما برای شما آوردم به نام فایلم کرداتا ما بقیه از اونها ستون فقرات یا ستون مهره یا سخانه های ستون فقرات که شامل قبرقه ها و مهره های کمر هست را نداره خب اینا شامل چه قسمت هایی هست حتی در بعضی از کتاب ها این فقاریه و غیر فقاریه را به نام مهرداران و بی مهرگان هم یاد میکنه فقاریه همو مهردارانه و غیر فقاریه همو بی مهرگانه منظور از مهره همو مهره های کمر است فایلم اسفنج ها فایلم نرمتنان، فایلم کیسه تنان، فایلم مفصلیه، فایلم کرم پهن، فایلم کرم حلقوی، فایلم کرم مدور و فایلم خارپوستان هست. که حالا ما و شما همه از اینا رو با یک دیگر یاد میگیریم اما نترسید تمام از این فایلم ما در یک جلسه برای شما نمیگیم کم کم با یکدیگر میخوانیم و در آخر و در نهایت فایلم کورداتا یعنی جانداران مهردار که انسانها و پرندگان جزه این گروه خواهند بود. خب شاگردهای خوب سنف هشتم اگر در فیلم های علمی شما دیده باشید گاهی وقتا بعضی از قواسار که نشان میده که به عمق دریاها و اقیانوس ها رفتن و با خودشا یک دوربینی هم برده به کمک این دوربین یا کمره یک فیلم رم از عمق اقیانوس ها گرفته ما یک موجودات بسیار زیبا و رنگارنگی را در کف اقیانوس ها و دریاها ما و شما میبینیم که بعضی از اونها حرکت های بسیار آهسته داره و گروپی هم هستن یعنی یک به تنهایی نیست با حرکت آب و موج دریا یا قنوس اینا هم حرکت میکنن ما و شما امروز همینا رو میخوانیم بسیار جالب اینا رو بدانیم چی هست ساختمان بدنی از اینا چیه اینا چطوری چی تکثیر پیدا میکنه اینا غذا چی میخورن که در عمق او دریا و اقیانوس اونجی مگر موجود زنده ای هست و جالب اینه که ما و شما یا بعضی از ما و شما تا به امروز فکر میکردیم که نباتات رنگی مثلا نبات میگفتیم حالا امروز ما و شما میفهمیم که نه اونا نبات همه از اونا نبات نیستن بسیاری از اونها جزو حیوانات غیر فقاریه هست اولین گروپ از حیوانات غیر فقاریه یا به عبارت ساده ترین و ابتدایی ترین موجودات غیر فقاریه اسفنج ها یا منفزدارانن خب در تصویرم شما ای زیبایی رنگ ها و تنوره میبینین که بسیار شبیه به نبات هست. اما اینا نبات نیستن خب گفتیم ساده ترین حیوانات هستند بدنشان از تعداد حجرات تقریبا مشابه چون اینا بسیار ساده هست و ساده ترین حیوانات هم هستن خب مسلم حجرات بدن اینا هم تعداد کمتر و ساده تر هست تنوع و پیچیدگی را ما در اینا نمیبینیم. اعضا و انساج مشخص نداره خب ما و شما میگیم حیوان پس باید ما در اینجی دنبال یک اندام حرکتی در اینا باشیم یک بخشی مانند دست و سر و پا و اینا میگیم نه اینا چون بسیار حیوانات ساده و ابتدایی هستند اینا اندام و اعضای مشخصی ندارن گفتیم که اجتماعی زندگی میکنن که از نظر بیولوژی به او کالونی میگن این ای حیوانات یا اسفنج ها تنها نیستن چند تا چند یک جای با یک دیگر چسبیده و کنار هم زندگی میکنن خب اما اسفنج ها از نظر ساختمان بدن اونا حالا یک اسفنج را تصویر ساختار بدن یک اسفنج را اینجا من برای شما آوردم میبینید در این بالای بالا که با فلش نشان داده شده یک راه وجود داره برعکس همه فکر میکنه این راه دهان هست اما نه این به عبارت مخرج همی حیوان هست به نام سوراخ اسکولوم یاد میشه که مواد فاضله را از بدن ای اسفنج یا ای حیوان ساده ای ما و شما خارج میکنه. اما در کجا هست؟ ای اسفنج ها در آب ساکن هستند. خب ای اسفنج ها حرکت نمیکنند چون اندام حرکتی مشخصی نداشتن اما در دوره جنینی توسط موجه حرکت میکنن زمانی که بسیار بسیار خرد و ریز هستند ما گفتم اینا زندگی کالونی دارن به کمک همون موجک‌های های ریزی که داره خودشان به یک جای فاصله خیلی کمی اینو حرکت میکنه به یک صخره و یا به بی یک سنگ یا یک برآمدگی میرسانه و چند تا چند تا در کنار هم ثابت میشه و مابقی حیات و رشد خوده اونجا تایی میکنه پس در دوره جنینی فقط حرکت اندکی داره وقتی بالغ شد دیگه حرکت نداره یک سوراخ ورودی به نام پور داره که برای ورود غذا و اکسیژن مورد نیاز است شاگردهای خوب دقت کنید همه حیوانات با همه ویژگی ها منتها یک کمی اضافه تر در صنف 11 میخوانید که سوالات کنکور زیاد میاره اما شاگردان میگه یه فراموش میکنه که ایره در سنف هشتم خواندن پس از همینجا خوب یاد بگیرید به صورت مقایسه ای که در اسفنجها ها یک راه ورودی مواد غذایی وجود داره به نام پر و یک راه خروجی مواد فاضله به نام اسکولوم خب چه در دا داخل آب اینا هستن مواد ورودی اینا آب و اکسیژن محلول در آبن و هر چیزی که در داخل آب حل شده باشه اینا به کمک امواج آب که حرکت میکنه از راه سوراخ های پر وارد بدن اینا میشه و مواد فاضله یا زائد اونا همه جمع میشه یک جا میشه و از یک سوراخی به نام سوراخ اسکولوم خارج میشه خب آیا در تمام آبها ما اسفنج ها رو میبینیم نه اسفنج ها بیشتر در آبهای شیرین و دریاها زندگی میکنن ما شما میدانیم که اقیانوس ها بسیار بسیار عمیقتر از دریاها هستند پس ما را ها را در اقیانوس ها انتظار داریم در دا دریاها ببینیم و دریاهایی که آب شیرین داشته باشد در از این تصویر واقعی تر یک اسفنج هم شما می بینید که در رأس اسفنج یک سوراخ های وجود داره حالا ما و شما دیگه این سوراخ ها رو میشناسیم این سوراخ ها اسکولوم نام داشت که راه خروج مواد فاضله بود جالبه بدانید که این اسفنج ها هم تکسر جنسی و هم غیر جنسی داره که در صنوف بالاتر اینا را یاد میگیرین همه قد بدانین که تکسر غیر جنسی اینا به صورت ترمیم دوباره است یعنی اگر یک بخشی از این اسفنج آسیب ببینه و یک بخشش نابود بشه همو حجرات اطراف تقسیم میشن و دوباره همو قسمت برای خودشان میسازن چون در اینجا خود حجرات یک موجود یک جنس شرکت داره یا ترمیم دوباره را یک موجود یا یک جنس انجام میده تکسرش از نوع غیر جنسی است خب اندازه اینا ممکنه از چند میلیمتر تا چندین متر باشه پس از نظر اندازه متفاوت هست خب به های مختلفی هم دیده میشه جالب است همینجا ای را بدانید که بسیاری از اسفنج ها که در ته یا زیر دریاها هستند در داخل آبای شیرینن ما اونا را رنگ به صورت رنگ های بسیار زیبا میبینیم اما موقعی که این اسفنج ها از آب اینا را خارج کنیم اینا رنگ خود از دست میدن اینا هم از پدیده های علم بیولوژی و از قدرت زیاد و نامتناهی خداوند بزرگ است باز اگر شما شاگردای خوب علاقه داشتید خودتان میتونید در کتاب های مختلف در از طریق گوگل مطالبی را در رابطه با اسفنج ها بخوانید تا چیزهای بیشتری را یاد بگیرید خب اما اسفنج از چه غذاهایی تغذیه میکنه از مواد عضوی تجزیه شده خب در داخل آبها حیوانات و نباتات مختلفی زندگی میکنه بعضی از اونها بعضی بعد از اینکه میمیره و از بین میره می میایه و اجساد اونا را تجزیه میکنه و پس از تجزیه کردن مواد حاصل از تجزیه یعنی مواد عضوی را به داخل آبها رها میکنه و موجودات کوچکتری مانند اسفنج ها از این مواد عضوی تجزیه شده به عنوان غذا استفاده میکنه بعضی از جانداران بسیار خردتری به نام پروتستام هستند که از اونا هم میتونه به عنوان غذا استفاده کنم خب یک اسفنج زیبای دیگر ما برای شما وردم که در دا داخل از این اسفنج یک ماهی پنهان شده بسیار عکس و منظره قشنگ و زیبایی است بدانید بچه که شاگردای خوب ما که این اسفنج ها لیکو نام دارد پس اگر در جایی از شما بپرسند لیکوسلینا سلینا چیست شما میگین که لیکوسلینا سلینا نوعی اسفنج است که ماهی ها در دا داخل این اسفنج ها زندگی میکنند خب نه تنها استفاده اسفنج ها به عنوان محل زندگی ماهی ها هست بلکه امروزه در درمان امراض و بیماری های مختلفی هم از اسفنج ها استفاده شود به عنوان مثال دو نوع امراض یاد میکنیم یکی سرطان ها و دیگری آلزایمر هست که برای درمان این دو بیماری بسیار شایع از در واقع حیواناتی به نام اسفنج ها استفاده میشه خب هرچی که علم بیولوژی و علم طب پیشرفته تر میشه به ویژگی های بیشتر و خواست این موجوداتی که به ظاهر ارزش چندانی ندارن پی میبرن و کاربردهای بسیار مهمه این حیوانات یا اسفنج ها آلزایمر یک بیماری هست که بیشتر وقتی که انسان سنش بالا میره حافظه شخص مبتلا به آلزایمر ذهنیت یا قدرت حافظش کاهش پیدا میکنه و کم کم مبتلا به فراموشی یا آلزایمر میشه خب برای درمان هم آلزایمر و هم سرطان ها از نوعی اسفنج ها هم امروزه استفاده میکنن خب شاگردای خوب سنف هشتم درس و مطالب بسیار شیرین و زیبایی را امروز ما و شما با یکدیگر خواندیم ان شاء که شما هم مثل ما از این درس و از این مطالب لذت برده باشید فراموش نکنید که این مطالب که برای شما گفته میشه اگر شما دوست داشته باشید میتونید برید مطالعه کنید و در این زمینه کتاب هایی را بخوانید تا بیش از اون چیزی که ما برای شما میگیم یاد بگیرید چرا که زمان و فرصت ما و شما محدوده و ما تا همین قد مطالب را اکتفا میکنیم خب انشالله شاگردای خوب و عزیز من تا جلسه بعد در پناه خداوند بزرگ و مهربان باشید خدایا رو نگهدار شما